در بریتانیا بوریس جانسون نخست وزیر میگوید شواهد تازه نشان میدهد ویروس جهش یافته و نوظهور کرونا علاوه بر افزایش سرایت پذیری بیشتر مرگبارتر از نوع قبلی است گزارشی از کاوه ادیب آقای جانسون در جریان یک کنفرانس خبری که با حضور پاتریک والاس مشاور علمی ارشد دولت برگزار شد گفت احتمال داده میشود شیوع ویروس جدید و جهشیافته کرونا که ابتدا در لندن و جنوب شرق کشور شناسایی شده موجب افزایش آمار مرگ در این مناطق شده باشد current evidence continues to show شواهد فعلی حاکی از آن است که خوشبختانه هر دو واکسن موجود علیه ویروس جهش یافته در بریتانیا مؤثر هستند و میخواهم بدانید که برنامه ایمن سازی ما با سرعت بی سابقه ای شتاب خواهد گرفت تا امروز 5 میلیون و 400 هزار نفر در سراسر بریتانیا دوز اول واکسن را تزریق کردند و این میزان تقریبا 10 درصد از شهروندان بالغ را شامل می شود علاوه بر این 71 درصد از سالمندان بالای 80 سال و دو سوم از ساکنان خانه های سالمندان جزء گروهی هستند که واکسن زدند. نظام بهداشتی بریتانیا در حال حاضر از دو واکسن فایزر بایونتک و آکسفورد استرازنکا برای ایمنسازی مردم استفاده می کند و با وجود اطمینان از اثر بخشی این دو واکسن بر گونه شناسایی شده در بریتانیا پاتریک والاس مشاور علمی ارشد کابینه می گوید احتمال آن وجود دارد که این دو واکسن کارایی کمتری علیه گونه های جهش یافته که در برزیل و آفریقای جنوبی شناسایی شده اند داشته باشد کاوی ادی صدای آمریکا